سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم بحث در مورد ضرب ماتریس ها رو با هم دیگه ادامه بدیم جلسه پیش تعریف ضرب ماتریس ها رو دیدیم دیدیم که اگر دو تا ماتریس A داشته باشیم که مثلا ماتریس A ما مرتبش M در N باشه M سطح و N ستون داشته باشه و ماتریس B مون مرتبش P در Q باشه به شرطی که ما داشته باشیم تعداد تونهای ماتریس اولمون یعنی N مساوی با تعداد سطرهای ماتریس دوممون هست یعنی n مساوی با p هست دقت بکنید یاد باشه که n تعداد ستونهای a درسته و p چیه تعداد سطرهای b پس اگه تعداد ستونهای a با تعداد سطرهای b برابر باشه ما میتونیم ماتریس a رو از چپ توی b ضرب بکنیم یعنی حاصل ضرب آبه رو میتونیم تشکیل بدیم. اینجا ما چون آ رو از سمت چپ بی نوشتیم اصطلاحا میگیم ماتریس آر رو داریم از چپ توی بی ضرب میکنیم خب و این حاصل ضرب یه ماتریس C خواهد بود که مرتبهش چی خواهد بود تعداد سطرهاش با سطرهای A برابره یعنی سطرهاش M تاست و تعداد ستوناش با ستونای ماتریس B برابره پس ماتریس سیمون خواهد بود اندازش چی M در Q آفرین خب خیلی سریع یه مثال دیگه از ضرب ماتریس ها با هم دیگه ببینیم فرض بکنید که آی ما هست یه همچین چیزی یه ماتریس بر خودمون بنویسیم مثلا دو چهار یک و سه یه ماتریس چند در چند دو در دو و میخوایم ضربش بکنیم پس این ماتریس آمونه این زیر بنویسیم آ اندازش هم چند در چند دو در دو دو ست دو ستون خب یه ماتریس به هم فرض کنیم داریم این یکی چند در چند باشه خوبه فرض کنیم دو در سه این یکی سطر اولش هست یک پنج منفی یک سطح دومش باشه چی هر چی شما دوست دارید من میذارم دو چهار سه قبوله خب این هم ماتریس به مون پس این زیر بنویسیم اینم ماتریس به مونه که دو در سه اندازهش درسته دو سطر و دو ستون داره خب اول به من بگید که آ رو میشه تو به از چپ ضرب کرد یا نه بله چرا چون که تعداد ستون های آ با تعداد سطر های ب برابره خب بیاید ماتریس حاصل ضرب رو به دست بیاریم ماتریس حاصل ضرب چجوری به دست می اومد؟ مثلا درایه یک و یک رو اگر میخواستیم پیدا بکنیم یعنی سطر اول ستون اول می اومدیم سطر اول آ رو می گرفتیم چیکارش میکردیم ضرب داخلی می کردیم توی ستون اول ب یعنی چی به دست می دوی ضرب در یک دوی ضرب در یک به علاوه چهار ضرب در دو میشه چند تا؟ بله میشه 10 تا دو چهار تا 8 به علاوه دو میشه ده خب این همون سری بیاد بقیه درایه رو به دست بیاریم درایه یک و دو میشه چی؟ میشه سطر اول آ ضرب داخلی توی ستون دوم ب میشه دو پنج تا ده تا به علاوه چهار چهار تا 16 تا یعنی 26 اینجا دیگه فقط عددش رو براتون می درایه در یک و سه میشه چی؟ میشه سطر اول آ در ستون سوم بی دو در منفی یک منفی دو به علاوه یه سه چهار تا دوازده تا منفی دو بر دوازده می شود ده خب بریم سراغ سطر دوم ستون اول میشه چی؟ میشه ستون از میخوام سطر دوم آ ضرب داخلی در ستون اول به چی به دست میاریم؟ یک ضرب در یک که میشه یک دو ضرب در سه که میشه شیش یک برابر میشه هفت عین همون درایه دو دو میشه این سطر ضرب در این ستون یک پنج تا پنج تا سه چهار تا دوازده تا پنج برای دوازده میشود هیفده و نهایتا درایه دو سه میشه این سطح، دوم در ستون سوم بی، ضرب داخلی یک در منفی یک که میشه منفی یک تا نه تا که می شود هشت پس این ماتریس حاصل ضرب ما یعنی ماتریس C هستش اندازش چند در چند باید باشه بله را برابر با سطرهای آ، ستونا برابر با ستونای به همونطوری که میدونیم دو درسه خب پس این از ماتریس C ما درایاش چی؟ ده بیست و شیش ده هفت هیفده هشت خب حالا بیایم ماتریس B رو از چپ توی آزرب بکنیم خب خوبه یعنی بیایم این حاصل ضرب رو سعی کنیم پیدا بکنیم خب این بالایی رو بیاید بنویسیم این بود آبه درسته آ از چپ توبه حالا بیایم ب آ رو پیدا بکنیم ب ضرب در آ خب بنویسیمشون سری ماتریسامون رو ب هست یک پنج منفی یک دو چهار سه درسته خب این از ب ضربش میخوایم بکنیم توی آ که هست چی دو چهار یک سه خب این مساوی با چی می شود؟ به من بگی چند اول باید اندازش رو همیشه گفتیم پیدا بکنیم دیگه ببینیم این ماتریس حاصل ضرب اندازش چی هستش خب به چند در چنده این ماتریسی که اینجا داریم همطور که می بینید دو در سه هستش این یکی چند در چنده این یکی دو در دو هستش خب سطر های تعداد ستون های اولیمون سه تا تعداد سطرهای های دومیمون دوتاه پس این حاصل ضرب چی هستش اصلا امکان ناپذیره امکان ناپذیر است درسته چون شرط این که بتونیم به رو تو آذر بکنیم از چپ این بود که تعداد سطرهای های ماتریس اولیمون که به از میخوام تعداد ستون ماتریس اولیمون که به یعنی این سه باید با تعداد سطرهای های ماتریس دوم که الان آه برابر باشه چون سه مخالف دو هستش پس این حاصل ضرب امکان ناپذیره خب این یه چیز جالبی و داره به ما میگه میگه چی میگه اگر یه ماتریس آ داشته باشیم آ رو بتونیم از چپ تو به ضرب بکنیم یعنی حاصل ضرب آبه مساوی یک ماتریس سی باشد این تضمین نمیکنه که ب رو هم بتونیم از چپ توی آ ضرب بکنیم یعنی این ممکنه چی باشه اصلا وجود نداشته باشد وجود نداشته باشد یا امکان ناپذیر باشد خب این یه نکته مهمیه که باید یادتون باشه پس ممکنه آ رو بشه از چپ تو به ضرب کرد برو رو نشه از چپتو آ ضرب کرد خب یه نکته دیگه ای که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم فرض کنید که ما یک ماتریس A داریم اندازش هم بذاریم M در N خب میخوایم ببینیم آ رو میتونیم تو خودش ضرب بکنیم یعنی A ضرب در A داریم یا نه خب طبق این چیزی که ما گفتیم الان ما میخوایم چیکار بکنیم اگر A در A وجود داشته باشه الان ماتریس اولمون یه آی M در N میخواد ضرب بشه تو ماتریس دوم که دوباره A M در N خب قانون ضرب ماتریس ها میگه برای اینکه این امکان پذیر باشه تعداد ستون های ماتریس اول باید برابر با تعداد سطح های ماتریس دوم باشه یعنی به شرطی a در آ وجود داره که داشته باشیم m مساوی با n خب اگر m مساوی با n بود آ چه جور ماتریسی میشد آفری میشد ماتریس مربعی درسته پس ما فقط ماتریس های مربعی رو میتونیم تو خودشون ضرب بکنیم اگر ماتریسمون مربعی نباشه نمیتونیم تو خودش ضرب بکنیم و معمولا برای ماتریس های مربعی وقتی تو خودش ضرب میشه با یه توان نشونش میدم مثلا آ در آ رو اسمش رو میذاریم آ به توان دو آ به توان دو هست ماتریس آ ضرب در خودش اندازش چیه اگر آ حالا ام و ان چون مساوی اندازش باشد ام در ام ماتریس حاصل ضرب هم M در M خواهد بود. یعنی آدو دو هم M در M خواهد بود. چرا؟ چون گفتیم تعداد سطرهای ماتریس حاصل زر با سطرهای ماتریس اول برابره. خب که M در N پس M در M پس سطرش M تاست. تعداد ستوناش هم با ستونای ماتریس دوم برابره ماتریس دوم هم چون دوباره آ و مربعیه پس تعداد ستوناش هم ام تاست پس این آ هم دوباره اندازش با اندازه خود آ برابره ام در ام خواهد بود بنابراین ما یک ماتریس مربعی رو میتونیم همینطوری هی تو خودش ضربش بکنیم و توانهای بالاترش رو شک بدیم مثلا میتونیم آسه رو بسازیم که آ رو چجوری تعریف میکنیم تعریف میکنیم آ دو ضرب در آ که می شود چی؟ می شود یعنی درس آ زب در آ زب در آ, آ در آ در آ حالا این نقطه هم میتونم بهش نذارم به لازه خب پس این هم داستان ماتیس های مربعی ماتیس مربعی رو میشه تو خودش ضرب کرد و ماتیس های غیر مربعی رو نمیشه تو خودشون ضرب کرد و اگر یک ماتیس مربعی رو تو خودش ضرب کنی ماتیس حاصل ضرب اندازش با اون ماتیس مربعی اولیه برابره و به همین ترتیب میتونیم هی به توانهای بالاتر برسونیم ماتیس مربعیمون رو چون که اینجا دوباره آ دو رو اگر نگاه بکنید اندازش هست M در ام آ هم اندازش هست ام در ام پس تو هم دیگه اگر ضرب بشن باز آ سه هم اندازش ام در امه به همین ترتیب آ به توان چار آ به توان پنج و توانهای بالاتر رو میتونیم تشکیل بدیم خب یه نکته کوچیک که دیگه در مورد ضرب ماتریس ها هم, هم میخوام بهتون بگم که خیلی هم جالب هستش فرض کنید که یه ماتریس آ داریم این نکته رو میخوام با یه مثال بهتون بگم فرض کنیم یه ماتریس آ داریم دو در دوه خب شما دوست دارید چی باشه ماتریسمون هر چی شما دوست دارید من چون میدونم شما دوست دارید اینجا می نویسمش باشه یک دو صفر و سه خب این ماتریس A مون حالا فرض کنیم یه ماتریس B هم داریم اونم باز دوباره دو در دو و بهمون باشه چی؟ باشه مثلا منفی یک دو دو و صفر خب الان دقت کنید چون ماتریس A و B هم سطحشون هم ستوناشون با هم دیگه مساویه هر دو دو در دو هن. هم آ رو میشه از چپ تو به ضرب کرد هم برو رو میشه از چپ تو A ضرب کرد درسته خیلی هم خوب بیاید این دو تا حاصل ضرب رو حساب بکنیم پس A B مساوی با چی میشه آ از چپ تو به اگر ضرب بشه مساوی با چی میشه اندازه ماتریس چی هستش؟ سطرها برابر با سطرهای آه پس دو تا سطر داره ستونها هم برابر با ستونهای B تعدادش پس دوتا تا ستون داره خب بیاید خیلی سریع حسابش بکنیم درایه یک و یک میشود این سطر زب در این ستون یک در منفی یک منفی یک برابر دو, دو تا چهار تا پس میشه سه درایه یک و دو میشه یه دو تا دو تا به علاوه صفر میشود دو درایه دو و یک میشه صفر به علاوه دو تا شیش تا یعنی شیش و نهایتا درایه دو دو میشود صفر به علاوه صفر یعنی صفر خیلی هم خوب حالا بیایم بی آ رو حساب بکنیم بی آ مساوی چی میشه بی تو آ میشه ضرب کرد دیگه درسته چون که بی دو در دو آم دو در دو تعداد ستون های بی با سطح های آ برابره پس بی آم امکان پذیر هستش حاصل ضربش چند در چند سطرها برابر با سطح B دو تا سطر داره ستون ها هم برابر با ستون های A دو تا ستون داره پس دو در دو خب خیلی عمالی بیاید حسابش بکنیم اه بی آه میشه چی؟ درایی یک و یکش میشه یک میشود منفی یک در یک که میشه منفی یک علاوه صفر میشود منفی یک خب بقیه درایه ها رو من سری براتون میمیسم درایی یک و دوش میشه چهار درایی دو و یکش میشه دو و نهایتا درایی دو و دوش میشه چهار خیلی سری میتونید امتحان کنید که بی میشه خب ما رو پیدا کردیم بی را هم پیدا کردیم چیز خیلی خیلی جالبی که اینجا داریم میبینیم اینه که این دوتا با هم حاصل ضربا برابر نیستن پس آب میبینیم که اینجا مخالف بی آه. هستن. و این یکی از خواص خیلی عجیب و در این حال خیلی جالب ماتریس ها هستش که اگر آ رو بشه از چپ تو ب کرد برم بشه از چپ تو آ ضرب کرد در حالت کلی این دوتا حاصل ضرب با هم برابر نیستن یعنی آبه مخالف ب آه. هستن. ولی در حالت های خاص در یعنی برای سه ماتریس های خاص حالت های خاص ما ممکنه داشته باشیم که آب مساوی بیا خب این واقعا یکی از جالبترین خواص ماتریس هاست و بعدا کساییتون که فیزیک پیشرفته تر رو ممکنه توی دانشگاه مطالعه کنید خواهید دید که این خاصیت ماتریس ها یک ربط بسیار بسیار جالبی به اون چیزی که بهش اصل عدم قطعیت هایزنبرگ توی مکانیک کوانتومی گفته میشه پیدا میکنه خب اینم از جلسه امروزمون توی کلاس درس بعدی میبینمتون